هوانا پادکست دیگری نامه اپیزود 28 شستن گناهان با آب هرچند تو شهریاری اما در جواب گویی هر دو یکسانیم و من خواستار این حقم من در خدمت لکزیاس هستم نه خادم تو و نه اسیر حمایت اون تو از آن خوشی که به نابینایی من بخندی آیا تو بینایی که از دیدن تباهی وجود خیش ناتوانی؟ بینایی که نمیتوانی دید چه همسری برگزیده ای؟ پدر تو کیست؟ من میگویم که تو در حق خیشتن در زندگانی و در حق مردم گناه کرده یا نمیدانی نفرین مادر و پدر چون تیغی بران و دودم تو را از صحنه روزگار میزداید این چشم های روشن بینانگاه تیره خواهد شد زود باشد تا بدانی حقیقت ازدواجی که درهای آز و برویت گشود جزان نبود تا با مصیبتی سهمناک در از حد تصور دریابی چه هستی و آنان که تو را پدر می کند هر سزا که دلخواه توست به کره اونو به سخن من بگو تو به خاری سهمناکی آنچنان که هرگز هیچ مردی ندیده است لگت مال خواهی شد آیا بیش از این میتوان تحمل کرد؟ دور شو از چشم من برو هر چه زودتر برو به همان جا که بودی بازگرد برو میروم اما وقتی که همه حرف هایم را گفتم رویا روی تو از هیچ چیزم حراس نیست مردی که به خاطر او چنین قوقایی برانگیخته ای آن لایوس را کشت آن مرد همین جاست چون بیگانه ای رفتگار آمد و در میان ما ماندگار شد اما چنان که همکنون بر ملا خواهد شد بیگمان زاده شهر تبای است او که بینا آمد کور خواهد رفت اکنون ثروتمند و آنگاه گدا و اصاب دست کورمالان به سوی تبعیدگاه روان است آنچنان که نموده خواهد شد برادر و هم پدر فرزندانی است که پرورده است پسر و نیز شوهر زنی است که او را زاد پدر کش و جانشین پدر است برو به خانه و بیندیش اگر درست شد که بر خطایم میتوانی گفت که نابینایم گرامی دیگری نامه اپیزود 28 با نام شستن گناهان با آب رو با اجرای بریده ای از نمایش نامه مشهور سوفوکل به نام ادیب شهریار آغاز کردیم شما جملات تیرزیاس نابینا رو شنیدین که چون قدرت قیب بینی و قیبگویی داره علا رقم چشمان نابیناش آگاه تر از خیلی از بیناهای دیگه مانند اودیپه. مطابق با داستان، اودیب بر سر یک سراحی بی اون که بر کار خود واقف باشه پدر خودش رو کشته بود. پدرش لایوس پادشاه شهر تبس بود و با ملازمانی اندک به زیارت میرفت. رفت. اودیب که از کورینت خارج شده بود تا خود و تبار خودش رو بهتر بشناسه اتفاقی به شهر تبس و به اون سراحی رسیده. با ملازمان پدرش درگیر شده و نهایتا همه ی اونها رو غیر از یکی کشت. وقتی به شهر اومد مردم تبس اون رو به عنوان جایگزین شاه خودشون پذیرفتن و به عقد همسر پادشاه سابق یعنی یوکاسته در آوردن تا بر تبس رسما حکومت کنه. قافل از اینکه لایوس پدر ادیپ و یوکاسته مادرش بود. بنابراین پیشگویی کاهنان درست از اب در اومده بود. ادیپ اگرچه در نوزادی ترد شده بود تا این پیشگویی شوم تحقق پیدا نکنه اما اونچه کاهنان گفته بودن عینا واقع شد. تمام نمایش نامه ادیپ شهریار سفوکل تلاش میکنه لحظه ای رو دراماتیک کنه که ادیپ پی به حقیقت میبره. آشکار شدن حقیقت برای ادیپ تدریجی رخ میده. چون که در اپیزود قبل شنیدین وقتی شهر دوچار بلایای بسیار میشه کاهن معبد آپولون میگه که مردی گناهکار در میان شماست که لایوس پادشاهتون رو کشته و تا اون مجازات نشه بلا از سر مردم شهر رفت نخواهد شد. ادیپ در تلاش برای شستن گناه قاتل پادشاه قبلی در جستجوی قاتل تا او رو مجازات کنه و به همین علت از تیرزیاس قیبگو کمک میگیره. تیرزیاس که حقیقت تلخ و تکان دهنده رو میدونه تلاش میکنه از پاسخ دادن تفره بره اما چون متهم به توطعه سیاسی علیه ادیپ و درباره تبس میشه دهم باز کرده و با بیرحمی حقیقت رو نمایان میکنه از شما دعوت میکنیم که کمی بیشتر درباره مفهوم انتقال شر و بلاگردان در فرهنگ انسان بشنوین مانند اپیزود قبل قسمت هایی از منبع بسیار ارزشمند جیمز فریزر با نام شاخه زرین رو برای شما روایت خواهیم کرد. یونانیان باستان تصور می که درد عشق را با آبتنی در رود سلمنوس مداوا می توان کرد. بومیان پرو با فرو بردن سر در رودخانه ای گناهانشان را می شویند و پاک می شوند. وقتی بومی تیپیهوکان سانتیاگو بیمار است، گاهی سعی می کند با پختن سه دست نان شیرینی هفتایی خود را از شر بیماری راحت کند. هفتا از نان شیرینی ها را بر بالای بلندترین درخت کاج جنگل قرار می دهد. هفتای دیگر را پایان درخت خاک می کند و هفتای دیگر را توی چاهی می اندازد و سپس با آب آن چاه خود را می شوید. به این وسیله بیماری را به آب چاه می سپارد و راحت می شود. کاهنه های دایاک بدبختی را با زدن و روبیدن و کوبیدن هوا با شمشیرهای چوبی از خانه ها می رانند. و شمشیر را سپس در رودخانه میشویند تا شومی و بدبختی با آب برود گاهی بدبختی و بدشگونی را با جاروهای ساخته از برگ خاصی و آغشته به آب برنج و خون از خانه جارو می کنند. پس از پاک شدن اتاقهای خانه آن را به خانه بازیچهی ساخته از نی انتقال می دهند و خانه کوچک پر از بدشگونی و بدبختی را توی رودخانه می اندازند. رودخانه آن را به سوی دریا می برد و بار شوم و نحسش را به کشتی کتری مانندی می دهد که وسط دریاها شناور است و همه بدبختی ها و درد و رنج آدمیان را در درون و پروسعت خود جای میدهد. این نمونه ها جنبه کاملا سودمند انتقال شر را می نمایانند. نشان می دهند که انسان چگونه بران است که با منتقل کردن درد و مهنتش به اشیای مادی به آسودگی دست یابد و سپس آن اشیا را به دور اندازد یا به صورتی درآورد که دیگر بیگزند باشند. با این حال غالبا انتقال شر به اشیای مادی فقط گامی است به سوی انداختن آن به دوش انسان زنده دیگر این جنبه تبهکارانه این انتقال است اون چه شنیدید از کتاب شاخه ی زرین فصل موسوم به انتقال شر بود فریزر گردآورنده این اسناد انسان شناختی گزارش های متعددی از آین های ارائه میده که به چشم اغلب ما انسان های امروزی چیزی شبیه به نوعی بازی یا نمایش میاد. اغلب ما تمایل داریم خیلی ساده درست همونطور که فریزر چنین میکنه این آین ها رو به خرافات نسبت بدیم و ذهن غیر تجربی یا غیر علمی انسان پیشا مدرن و سبب و مسئول اون بدونیم. اما اگه از منظر روانشناختی نگاه کنیم، چنانکه بسیاری از چهره شاخص روانشناسی های ژرفا مانند کارل یونگ به اسناد انسان شناختی نگاه می نمیتونیم از این فکر خودداری کنیم که اگه نوعی نیاز روحی روانی نبود چنین تنوع و کسرتی از آینهای های انتقال شهر وجود نمی داشت کمترین چیزی که میشه گفت اینه که این آینها نوعی تسلای روانی یا آرامش روحی به همراه می آورده چنین تسلایی قابل ملاحظه است وقتی که یک باورمند امروزی دعا میخونه و یا به اصطلاح ما فارسی زبانها صدقه میده تا بلا دور بشه. از دید علمی دعا یا دادن صدقه هم نمیتونه در روند واقعی امور تأثیر گذار باشه. اما همه ما میتونیم حس کنیم که یه آرامش درونی نتیجه دعا کردن و صدقه دادنه که واقعیه. خود این آرامش درونی واقعیه. اما همونطور که شنیدید فریزر برای این آینه های انتقال شر جنبه تبه هم پیدا کرده. این جنبه تبعکارانه انداختن مسئولیت شر و بدبختی و مهنت به گردن انسان های دیگه است. تیفی از این آین ها که در برخی سنت های بومی اسم سرراستی داره و به اون رد کردن شر میگن، خیلی ساده فقط میخواد شر گریبان گرفته رو به گردن یک انسان دیگری بندازه تا خود رها بشه. فریزر می نویسه برای شفای دندان درد بعضی از سیاهان استرالیا یک نیزه انداز داغ را روی گونه میگذارند و سپس دورش می اندازند و دندان درد همراه آن به شکل سنگ سیاهی موسوم به هاریچ دور می شود. این گونه سنگ ها را می توان در تپه ها و تل های شنی قدیم یافت. آنها را جمع می کنند و به طرف دشمنان می اندازند تا دچار دندان درد شوند. در میرزاپور نوعی روش انتقال بیماری پر کردن ظرفی با گل و برنج و خاک کردنش در سر راه و پوشاندنش با سنگی تخت است. هر کس به آن دست بزند فرزند دچار بیماری می شود. این عمل را چالووا یا رد کردن شر می نامند. چون این کاری هر روز در هند علنا صورت می گیرد. اغلب وقتی یک روز صبح در خیابان راه می روید کپه خاکی وسط راه می بینید که با گل تزین شده است. این کوپه خاک معمولاً محتوی پوست زخم و چرک و پلشت یک بیمار مبتلا به آبله است که آنجا گذاشته شده است به امید اینکه کسی دستش بزند و با مبتلا شدن به بیماری آن آدم بیمار خلاص شود امروز به لحاظ علمی شکی نداریم که بعضی بیماری ها انتقال پیدا می کنن. در واقع وقتی عامل بیماریزا قابل سرایت باشه اون بیماری مصریه و حسب به اینکه عامل بیماریزا چی باشه پزشکان توصیه هایی برای جلوگیری از سرایت بیماری میکنن در دوران همهگیری کرونا همه به یاد داریم که چون طبیعت ویروس کاملا شناخته شده نبود مجموعه ای از اعمال توصیه می شد که شامل بر شستشوی کامل دستا و حتی کالاهای خریداری شده از بیرون بود بعدا گفته شد که عامل بیماری نه از طریق تماس فیزیکی بلکه از طریق هوا و مجاری تنفسی انتقال میابه. در حقیقت از منظر علمی همیشه آسون نیست که درک کنیم عامل بیماریزا چگونه انتقال می اما پیداست که آینهای انتقال شهر برآمده از ملاحظات علمی نبودن و نیستن. این آینها نه فقط ملاحظات علمی ندارن بلکه پیداست که ربطی به اخلاق و انسان دوستی هم ندارن. این فکر که اگه درد و بلای من به همسایه یا به یک دیگری منتقل بشه نجات پیدا می کنم هم بی ربط به علم و تجربه است و هم با اخلاق مراعات دیگری در تزاده. اما هرچه هست به قدر ریشه داره که تقریبا در تمامی جوامع مشابهش دیده میشه. آدمهایی که شر رو به خود میگیرن در واقع بلاگردان دیگران میشن. فریزر می نویسه بعضی افراد گاهی با بجان خریدن شری که متوجه دیگران است نقش بلاگردان را ایفا می کنند. یک آین کوهن هندو نشان می دهد که چگونه مرض استسخا از بیمار دچار به فرد دیگری منتقل می شود. خلیفه دو تن را پشت به هم روی شاخه می نشاند روی بیمار به شرق و روی مرد سالم به غرب قرار می گیرد. سپس در ظرفی نهاده بر سر بیمار جوی شیری درست می کند و به آدم سالم می دهد تا سر بکشد. به این نف عامل استسخا و تشنگی را از بیمار به دیگری منتقل می کند و او به رغبت و رضا آن را می پذیرد و می گیرد. نوعی درمان سخت برای تب در بین قوم تولوگو وجود دارد و آن بغل کردن یک بیوهزن کچل برهمن در نخستین لحظات سپید دم است. با این عمل تب از بدن بیرون می رود و بدون تردید اگرچه علنا تایید نشده به بیوهزن کچل منتقل می شود. وقتی سنگالی سخت مریض باشد و از پزشکان کاری بر یک رقاص شیاطین می آورند که با پیشکش دادن به شیاطین و رقصیدن با صورتک های مناسب آنها این رقاس شیاطین بیماری را یکی یکی از تن بیمار بیرون آورد و به بدن خود انتقال می دهد. با این گونه خارج کردن علت بیماری رقاص ترفندباز روی تختی دراز می کشد و خود را به مردن می زند که می برندش به جای بازی بیرون دهکده. آنجا دوباره سرحال می آید و زنده می شود. میتونید حدس بزنید که بسیاری از این بلوگردان های حرفه ای که داوطلب گرفتن درد و مرز دیگران میشدن برای کار خودشون پول دریافت میکنن. از اونجا که هیچ شری شر واقعا اینطوری متقل نمیشه میشه حد زد که این بلاگردانی شغل ساده و کم درد سریه که احیانا دست کم گاهی اوقات پول خوبی هم از اون به دست میاد. نمازخونه هرفهی که پول میگیرن و برای نمازهای نخونده فرد درگزشته خانواده نماز میخونن در حقیقت به نوعی بلاگردانی میکنن. از دید آدم ناباورمند کار اونا شبیه دعانویسا و رمالایه که برای دفع بلا یا شری نمایشی بازی میکنن و مبلغ میگیرن و از این راه امرار معاش میکنن اما قضیه خیلی جدیه چون حتی در سنت بزرگ دینی هم رد این بلاگردانی رو میشه پیدا کرد هم نه در زرنگی بعضی آدمای ناقلا که داوطلبانه انتقال شهری رو به عهده میگیرن تا پولی به جیب بزنن بلکه حتی در داستانهای مقدس اونها در متون مرجع دینی شون. در ابتدای اپیزود نهم نه با نام من از خون این مرد بری هستم داستانهایی رو از انجیل روایت کردیم. گماشته یه غذایی امپراتوری روم پونتیوس پیلاتوس در مقابل چشمان همگان دستهای خودش شست تا بگه اگرچه حکم اعدام ایسای ناصری رو او صادر میکنه اما در حقیقت گناه این کار با او نیست. شستن گناهان با آب از مشهورترین آینهای انتقال شره. اما در همون داستان انجیلی روایت میشه که مطابق با سنت در اون روز به خصوص که مسیح محاکمه شد رسم بر این بود که کسی آزاد بشه عید پسح یا به عربی فسح بود. عیدی که در اون یهودیان آزاد شدن قوم بنی اسرائیل از بردگی فرعون مصر را جشن می گرفتن. پونتیوس به یهودیانی که خواهان مصلوب شدن عیسی ناصری بودند، پیشنهاد میکنه که به مناسبت فسح عیسی را آزاد کنه. اما اونها در مقابل خواهان آزادی مجرمی به نام باراباس میشن تا عیسی مصلوب بشه. ظاهر امرینه که ایسا بلاگردان باراباس میشه. اما نویسندگان انجیل میخواستند بگن که خیلی فراتر از این مقدر بود که ایسا بلاگردان نوع بشر بشه. اونها معتقدن باراباس در اینجا در جایگاه نوع انسان ایستاده بود و ایسا با فدیه کردن خود یا به عبارت دیگر با بلاگردانی خواهان بخشودگی گناهان انسان در پیشگاه خداوند شد مردم نواهی از زمین فکر می کردند که اگه نوزادی به سختی بیمار بشه میشه او رو در آخر ازبها گذاشت باور داشتن که از ما بهترون سر می رسن و نوزاد بیمار رو با نوزادی که از خود اونهاست جایگزین می کنن. یعنی نوزاد بیمار رو با نوزاد سالم خودشون تعویز می کنن. بنابراین وقتی والدین نوزاد بعد از مدتی به آخر می رفتن تا بچه رو بردارن در حقیقت یک جنزاد یا یک نوزاد از ما بهترون رو با خودشون بر می اعتقاد بر این بود که چنین بچه ای عادی نیست و در آینده استعدادهای خاصی از خودش نشون خواهد داد. بنابراین تعبیر آخرزاد به کسی اطلاق می شد که مشهور بود در نوزادی در آخر نگه داشته شده. شاید بر این مبنا بشه گفت اتفاقی نیست که در فصل دوم انجیل لوقا گفته میشه که عیسی در آخر زاده شد. دلیلی که ذکر میشه خیلی ساده است. فقط به این دلیل که در خانه برای یوسف و مریم اتاق خالی وجود نداشت تا مریم وضع حمل کنه. اما شبانانی که اون هواری دامداری میکردند، توسط فرشتگان خداوند خبر شدند که مسیح خداوند همکنون پیچیده در قنداغی در یک آخر متولد شده. هیچ بعید نیست که چنین داستانی در مورد عیسی ناصری با توجه به اعتقادات قدیمی مربوط به آخورزادها در متن گنجونده شده باشه. بود که گناهان راجه مانیپور به کس دیگری معمولا به مجرم انتقال میافت و او با عذاب کشیدن به نیابت او بخشوده میشد. برای انتقال دادن گناه راجه و همسرش رداهای نفیس در بر روی داربستی که در بازار برپا میشد آبتنی میکردند در حالی که شخص مجرم آن زیر ایستاده بود. با ریختن آب از بدن آنها بر سر مجرم گناهان آنها نیز شسته میشد و بر بلاگردان نازل میشد. برای کامل شدن انتقال راجه و زنش رداهای نفیسشان را به جانشین خود میدادند و خودشان جامعه نو دربر بر میکردند و تا شب با مردم در میآمیختند اما با سرآمدن روز عزلت میگزیدند و حدود یک هفته در انزوا بودند و در این مدت حالت مقدس و تابو داشتند جنبه تبهکارانه این آینهای انتقال شر زمانی رخ میده که بلاگردان تدارک شده حیوانی زنده یا انسان باشه در طیف وسیعی از آینها سگهای بینوا بلاگردان می شدن. بعضی روایت های ای دینی از داستان فرستاده شدن میشی به جای انسان توسط خدا یا خدایان حکایت می کنند که شاید تعدیل آین قربانی کردن انسان برای دفع بلا از راه جایگزین کردن قربانی انسانی با یک حیوان باشه. داستان مشهور کتاب مقدس در مورد قربانی شدن فرزند ابراهیم و فرستاده شدن میشی به جای او تنها یک نمونه است. نمونه دیگه داستان قربانی شدن ایفیژنی دختر آگاممنونه. آگاممنون فرمانده کل سپاه یونان که به جنگ ترووا میرفت برای جلب نظر آرتمیس ناچار شد دختر خودش ایفیژنی رو قربانی کنه. این قربانی هم در واقع نوعی کفاره یا دفع شر بود. چون آگاممنون ناخواسته به گوزنی مقدس بی احترامی کرده بود بنابراین آرتمیس بادهای موافق برای حرکت کشتی های یونانی به سمت ترووا رو متوقف کرده بود برای اینکه باد موافق به وزه و کشتی های جنگی بتونن حرکت کنن آگاممنون باید دختر خودش رو قربانی می کرد. یه روایت از این داستان میگه که آرتمیس در آخرین دقایق از خواست خودش منصرف شده و پذیرفته که به جای ایفیژنی میشی قربانی بشه امروز هواداران حقوق حیوانات حتی این شکل از قربانی کردن یا آزار رسوندن به حیوانات رو هم محکوم می اما همونطور که گفته شد انسان ها به ویژه در جمعیت های خشمگین متاسفانه گرایشی برای خالی کردن خشم خود بر سر کسی یا کسایی پیدا می در اپیزود قبل با نام بلاگردان روایت دردناکی از حجوم مردم به بهاییان در یزد رو شنیدید. واقعی که در دوران حکومت زل و سلطان فرزند ناصر شاه در اسفهان شروع شد. به گزارش یک مبلغ مسیحی در کتاب پنج سال در یک شهر ایرانی کسی فردی را به شدت مجروح کرده بود. تنابی دور گردنش انداخته بود و با خود می کشید و می گفت من نمی دونم که این شخص بهایه یا نه. به همه می گفت من تمام عمر و مردی گناهکار بودم نماز نخوندم و هرگز کار سوابی نکردم و جام حتما جهنم بود این مرد رو نباید رها کنم چه اگر بهایی باشه و اونو بکشم تمام گناهان بخشیده می شو و جام در بهشت خواهد بود بنابراین میشه درک کرد که جایگزین کردن حیوانات گاهی عملی ناگزیر برای فرونشوندن احساس خشم و انزجار توده های مردم بود. فریزر در مورد بلاگردان شدن حیوان یا انسان می نویسه گاهی بلاگردانی که با آن شر و بلای یک سال گذشته را دور می ریزند، یک حیوان است. در غرب هیمالیا مردم سگی را انتخاب می کنند و به او بنگ و هشیش میدهند. تا با ارواح درآمیزد و شیرینی و تنقلات می و آزادش می کنند تا در دهکده بگردد سپس دنبالش می کنند و با چوب و سنگ میکشندش و تصور می کنند که با این عمل در آن سال بلا و آفت و بیماری در دهکده وجود نخواهد داشت بلاگردانی که هر از گاهی گناهان مردم را به جام می خرید ممکن بود انسان هم باشد در بین سیاهان یوروبا در آفریقای غربی کسی را که برای قربانی کردن برگزیده شده و ممکن است از فردی آزاد یا برده، فردی توانگر یا آدمی توهیدست باشد، اولوو می نامند. او را خوب غذا میدهند و می پرورند و هرچه بخواهد در اختیارش می گذارند. با فرارسیدن موسم قربانی، او را در کوچه و خیابانهای قلمروی روی حاکمی که به خاطر بهروزی و سلامت خود و حکومت خود و همه افراد تحت فرمانش او را قربانی می کند، گردش می‌دهند. تا بلا و گناه و مرگ و نحوست همه را بدون استثنا به خود جذب کند برای پوشاندن هویت او بر سرش خاکستر میریزند و بر صورتش گچ میمالند مردم از خانه ها بیرون میآیند و دست بر او میزنند تا به این وسیله گناه و خطا و درد و بلای خود را به او انتقال دهند پس از تمام شدن گردش او را به درون آلونکی موقتی و متبرک ساخته شده از شاخ و برگ نخل و درختان دیگر میبرند که تا قسمتی از آن همه مردم می توانند او را همراهی کنند در قسمت دوم آلونک اما فقط سرکردگان و سایر افراد مهم حق همراهی و ملازمت او را دارند و در قسمت سوم نیز فقط خود کاهن و دستیارش حق فرود دارند در آنجا او آخرین آوازش را میخواند تا به گوش مردم که منتظر شنیدن آخرین کلام یا آخرین ندای اویند برسد و سپس سرش را از تن جدا می کنند و خونش به خدایان پیشش می شود آواز یا آخرین ناله وی که به گوش مردم رسیده است نشانهای برای شادمانی و سرور و شکرگذاری و برای تبل زدن و پایکوبی به خاطر خوشنودی و رضایت است زیرا قربانیشان پذیرفته شده و خشم خداوند تسکین یافته و برکت و فراوانی و افزایش محصول تضمین شده است. اگرچه همیشه اینطور نبوده اما طیف وسیعی از آینهای انتقال شهر با بلاگردان انسانی همچون یک شاه یا فرمانروای موقت برخورد میکردند در نقل اخیر از شاخه زرین اولوو یا همون فرد بینوایی که در آفریقای غربی قربانی میشد بلاگردان حاکم یا فرمانروای محل بود و برابر این پیش از اینکه کشته بشه عملا مثل فرمانروا خوب میخورد و خوب میپوشید و مورد احترام قرار میگرفت اما موسم قربان کردن که می رسید گچ و خاک سر به سر روش می و مانند ایسای مسیح در کوچه و خیابان می گردوندن. در حقیقت مشابهت بلاگردانسازی در شکلی از این نوع آین ها که میشه اون و آین فرمان روای موقت نامید و فریزر فصلی مستقل به اون اختصاص میده با داستان عیسی مسیح در انجیل ها و حتی داستان اودیپ شهریار تبس به هیچ وجه اتفاقی نیست. این نوع از آین ها اینقدر در سراسر سر سیاره نمونه داره که حجم قابل ملاحظه ای از گزارش های فریزر در شاخه زرینو به خودش اختصاص میده. میتونین حدس بزنین که به مجرد انتشار ویرایش اول از شاخه زرین مخاطبان غربی این کتاب خیلی زود متوجه شباهت غیرقابل قابل انکار این نوع از آین ها با اونچه کلیسا در مورد عیسی مسیح روایت میکنه شدن. این اپیزود از دیگری نامه با نقلی شگفت از فریزر خاتمه میدیم و از شما دعوت می کنیم تا برای مطالعه بیشتر در انتقال شر و شیوه هاش در دنیای جدید در اپیزود بعدی با ما باشین. فریزر که در واکنش به اتهام توهین به مقدسات ناچار شد تغییراتی در ویرایش های بعدی کتابش ایجاد کنه می نویسه اگر آزمون حقیقت با نمایش دستها یا سرشماری صورت می گیرد نظام جادو خیلی بیش از کلیسای کاتولیک حق دارد به شعار مغرورانه آنچه همه همیشه در همه جا بدان معتقدند به عنوان مدرک موثق و مسلم صحت خود متوسل شود.